سلام، من بهارم و خوشحالم که یک بار دیگه با شما هستیم. چقدر در طول هفته‌های گذشته عالی بود که از مثال‌های عیسی مسیح شنیدیم. امروز هم می‌خوایم یکی دیگه از مثال‌های عیسی مسیح رو با هم دیگه بررسی بکنیم. آیاتی که خوندید چه آیات فوق‌العاده‌ای. یادم میاد وقتی بچه بودیم عید دیدنی می‌خواستیم بریم، چقدر ذوق و شوق داشتیم، چقدر منتظر بودیم که بریم خونه اقواممون برای اینکه عیدی بگیریم. میرفتیم، به محض اینکه میشستیم تمام فکرمون، ذهنمون این بود که کی میخوام به ما عیدی بدن. من دوتا خواهر بزرگتر از خودم دارم و حسابی در مورد عیدی با هم صحبت میکردیم. بعد صاحب خونه میومد، حالا دایی، عمه، خاله، هر کس دیگه ای بود، شروع میکرد بر حسب سن ما به ما عیدی دادن. برای مثال به خواهر بزرگم 1000 تومن میدادن، به خواهر دومم 700 تومن و وقتی به من میرسید 500 تومن بود. و اونجا من خیلی ناراحت میشدم. پیش خودم میگفتم چرا باید به من کمتر پول بدن؟ و وقتی آخر روز پولامون رو میشمردیم همیشه گریه میکردم که این حقش نیست، چرا من کمتر از بقیه پول دارم؟ و این اتفاق بعدم بارها تکرار شد توی جاهای مختلفم هم همینطور. امروز شاید برای شما هم چنین اتفاقی افتاده. فکر کنید وقتی که بچه بودید شاید معلم شما یکی از بچه ها، یکی دیگه از دانش آموزا رو خیلی بهش توجه میکرد، خیلی به طور خاص دوستش داشت. شاید وقتی بزرگتر شدید توی محیط کارتون صاحب کار شما ارتقا داد به یکی از کارمندا یا کارگرایی که به نظر شما اصلا حقش نبود و خیلی هم تنبل بود و حق شما بود که ارتقا پیدا بکنید. توی زندگی بارها اتفاقهایی بر ما افتاده که فکر کردیم حق ما نبوده و در حق ما بی‌انصافی شده. امروز هم همینطور که خوندید توی انجیل متی باب 20 داستان ارباب و تاکستان رو میخونیم، کارگران تاکستان. به ظاهر اینجا یک بی‌انصافی اتفاق افتاده، حقش نبود که اینجور بشه، ولی چرا اینجور شد؟ داستان صاحب تاکستانی رو میگه که میخواد محصول موش رو برداشت بکنه، اون انگور رو برداشت بکنه. من میدونیم اگر دیر به جنبه انگور خیلی زود خراب میشه. کلام خدا میگه ساعت 6 صبح میره بیرون و یک سری کارگر رو میاره، بعد ساعت 9 صبح میره بیرون و یک سری دیگه کارگر میاره، ساعت 3 ظهر میره و در نهایت ساعت 5 بعد از ظهر میره. میخواست این محصول رو سریعتر برداشت بکنه. چیزی که برای من اینجا جالبه، وقتی ساعت 6 صبح میره بیرون به کارگران میگه که من میخوام به شما 1 دینار بدم. 1 دینار دقیقا حداقل دستمزد یک کارگر بوده اون موقع. سرباز رومی 1 دینار میگرفته که این حداقل حقوق بوده و بهشون میگه، میگه بیاید امروز با من کار بکنید، به شما 1 دینار میدم. ولی بعد ساعتهای بعد که میره کارگرای بیشتری بیاره، جالبه که دیگه بهشون نمیگه میخوام بهتون چقدر بدم، میگه بیایید اونقدر که حقتونه به شما میدم. و کارگرای بعدی فقط به اون برکت، به اون بخشندگی و به اون فیض صاحب کار اعتماد میکنن، نمیدونن قرار چقدر بگیرن و با اعتماد میرن باهاش و شروع به کار میکنن. و اینجا یک اتفاقی میفته، میگه وقتی کارگرای دیگه میبینن که کارگرای جدید دارن میان، خب سوال میشه براشون که اینا چقدر میخوان بگیرن. کسی که ساعت 5 میاد و قراره فقط تا ساعت 6 کار بکنه، آیا اون هم سمن میگیره؟ و باز یه نکته جالب اینه که این خیلی منو به فکر فرو برد. وقتی صاحب تاکستان میخواد دستمزدشونو بده، همشونو به ترتیب میکنه و کلام خدا میگه از نفر آخر شروع میکنه، یعنی از اونی که ساعت 5 اومده. من اگر بودم پیش خودم میگفتم بذار اونایی که از 6 صبح اومدن رو بفرستم برن که اعتراض نکنن، صداشون در نیاد. ولی اینجا مشخصه که صاحب تاکستان میخواسته اونایی که صبح اومدن ببینه، متوجه یه چیزی بشن. کلام خدا میگه به همه 1 دینار میده، اونی که 6 اومد و اونی که 5 اومد. و بقیه کارگرها اعتراض میکنن که ما توی آفتاب بودیم، این همه کار کردیم، 1 دینار میگیریم. و اونی که ساعت 5 اومده، 1 ساعت کار کرده، اونم 1 دینار میگیره. این بی‌انصافیه.
عزیزان تو زندگی ما هم بارها این اتفاق افتاده. بذارید مثال کلیساییشو بهتون بگم. شاید ما سالها ایمان داریم به عیسی مسیح و بعد یک دفعه یک فرد نو ایمان وارد کلیسا میشه، شروع میکنه به رشد کردن، بهش خدمت میدن، مورد توجه قرار میگیره و ما اعتراض میکنیم، میگیم من این که این همه سال در مسیح بودم، تعلیم گرفتم، خدمت کردم، چرا باید با این کسی که تازه اومده برابر باشیم؟ میخوام امروز متوجه این بشیم که این مثال برای من و شماست. اگر ما ارباب رو خدا در نظر بگیریم، اگر این تاکستان رو پادشاهی خدا و کلیسا در نظر بگیریم، اگر این طول روز رو عمرمون در نظر بگیریم، ساعتهایی که ارباب میرفت بیرون، اون ساعتها رو ساعتهایی که ما نجات پیدا کردیم در نظر بگیریم. کارگران ماییم، اون بازار دنیاست و اون کارگران شاکی اون موقع کاهنان و لاویان و فریسیان بودن. تو دنیای امروز هم میتونه ایماندارای قدیمی تر باشه که شاکی هستن. اینطور در نظر بگیریم که خدا میره توی بازار که دنیاست و ما رو پیدا میکنه، نجات میده و وارد پادشاهی خودش کلیسا و اون تاکستان میکنه و بعد به همه ما یک دینار میده. نجات برای همه ثابته عزیزان، هیچ فرقی نداره. و بعد کارگران شاکی ایمانداران قدیمی تر هستن که دهن به شکایت باز میکنن که چرا اینی که تازه اومده با من یکیه، من قبول ندارم، چرا مورد احترام مردمه، چرا خدمتهای مختلف بهش سپرده شده. اینجا برای من اینجور باز میشه که اتفاقا اون کارگران شاکی، اون ایمانداران قدیمی تر اصلا خدا رو اتفاقا نمیشناسن. فکر میکنن خدا رو میشناسن ولی نمیشناسن، متوجه فیض و محبت خدا نیستن که فیض خدا برای همه یکسانه. اونا فیض خدا رو، محبت خدا رو میخوان با محبت خودشون یکسان در نظر بگیرن. فکر میکنن بی‌عدالتی اتفاق افتاده. اصلا اینطور نیست عزیزان. خدا من و شما رو یکسان دوست داره. نجات شامل حال ماست، شامل حال همه مردمه، چه کسی که 3 ساله در ایمانه، چه کسی که 20 ساله. اتفاقا اون کارگر شاکی، اون ایماندار قدیمی تر چقدر به قول معروف خوششانستر بوده که توی دنیای دغدغه‌تری بزرگ شده، توی فضای سالمتری بزرگ شده. اون ایمانداری که تازه میاد پر از زخم، پر از ناامیدی، سالهای بیشتری در زندگی تاریک بوده و الان چقدر ما باید شاد باشیم که وارد این تاکستان شده و خدا نجاتش داده. عزیزان کلام خدا توی غلاطیان میگه خدا بی‌انصاف نیست و توی اول قرنتیان باب 3 میگه که مزد ما، پاداش ما غیر از نجات در حضور خدا محفوظه. درسته که نجات برای همه ما یکسانه ولی پاداش ما بر حسب ایمانمون، خدماتی که انجام میدیم در حضور عیسی مسیح، وقتی میریم میستیم، پاداش های مختلفی خواهیم داشت. آمین که ما هممون همدیگر رو بپذیریم. آمین که فکری همچون عیسی مسیح داشته باشیم، با فیض، با محبت، با بخشندگی به دیگران نگاه بکنیم، غرور و حسادت نداشته باشیم، طبقه بندی نکنیم کی قدیمی تره کی جدید تره. اجازه بدیم که همه محبت، فیض و رحمت خدا رو دریافت بکنن و بچشن. الان توی گروه هامون میریم و میخواییم به چند تا سوال با هم جواب بدیم و بررسی بکنیم. دعای من اینه که به یاد بیاریم کجاهاست که ما حسادت داریم، غرور داریم و شاکی هستیم که چرا من نه و فرد دیگری، چرا اون فرد داره رشد میکنه و خدمت داره. فیض، محبت و رحمت خدا با تک تک شما عزیزان باشه.